به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. چین یک کشیش آمریکایی را آزاد کرد. در بیانیه‌ای که همزمان با نشست مقام‌های ارشد وزارت دفاع چین و آمریکا در سایت دستگاه دیپلماسی پکن منتشر شد، آمده است که چین دیوید لین، کشیش آمریکایی را که از سال 2006 در زندان به سر می‌برد، آزاد کرده است. این بیانیه افزود: ما از آزادی دیوید لین از زندان در جمهوری خلق چین استقبال میکنیم و اکنون به با آمریکا بازگشته و برای اولین بار پس از 20 سال میتواند خانواده خود را ببیند. پیشتر واشنگتن مدعی شده بود که این کشش به اشتباه بازداشت شده و نماینده مجلس آمریکا جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، خواسته بود که در دیدار با شی جینگ پینگ همتای چینی خود درخواست آزادی لین و دو زندانی دیگر به اسمهای کایلی و مارک سویدان را مطرح کند. روزنامه نیویورک تایمز خبر داد رایان روس، مظنون سوء قصد به ترامپ، پارسال گفته بود به دنبال جذب نظامیان حکومت پیشین افغانستان برای جنگیدن در اوکراین است. روس گفته بود می توانیم به سربازان از پاکستان پاسپورت بخریم، زیرا این کشور بسیار فاسد است. روزی یکشنبه رسانه ها از تیراندازی در نزدیک محل حضور ترامپ در پالم بیچ فلوریدا خبر دادند. مقام‌های پلیس اعلام کردند که فرد مسلح در میان بوته‌ها در نزدیکی زمین گلف بود که ماموران سرویس مخفی لوله تفنگ را دیدند. مقام‌های پلیس نام مظنون را رایان وسلی روس اعلام کردند و گفتند که هنگام فرار متوقف و بازداشت شده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشت که آقای روس 58 ساله در ماه مارس پارسال با این روزنامه مصاحبه کرده و گفت که به دنبال جذب نیروهای ارتش حکومت پیشین افغانستان برای جنگ اوکراین است. او گفته بود که قصد دارد به گونه غیرقانونی نظامیان افغان را از ایران و پاکستان با اوکراین منتقل کند. آقای روس مدعی شده بود که ده ها نظامی افغان علاقمندی خود را به جنگیدن در اوکراین اعلام کردند. معلوم نیست که تلاش‌های رایان روس برای جذب نظامیان افغان چقدر موفق بوده، اما یک نظامی حکومت پیشین افغانستان در ایران به نیویورک تایمز گفته بود با او در این مورد تماس گرفته شده و اگر رفتن به اوکراین به معنای پایان اقامت غیرقانونی او در ایران است، می‌خواهد به جنگ برود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که جان بس، معاون سیاسی و اداری این وزارت، در یک سفر 3 روزه وارد اسلام آباد شده است. تحولات افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث آقای بس با مقام‌های پاکستان است. جان بس طی سال‌های 2017 تا 2020 سفیر آمریکا در افغانستان بود و در زمان ماموریت او آمریکا توافقنامه دوحه را با طالبان امضا کرد که به گفته کارشناسان این توافقنامه زمینه فروپاشی دولت پیشین افغانستان را فراهم کرد. سفر آقای بس در حالی به کشور همسایه ناراضی افغانستان از طالبان صورت گرفته که اخیراً تنش‌ها میان طالبان و اسلام آباد تشدید شده است. پاکستان طالبان را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی فعال در خاکش می‌کند، اما طالبان این اتهامات را رد می‌کنند. و در پایان، ترامپ بعد از ترور نافرجام، روز بسیار جالبی بود. نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه از نیروهای سرویس مخفی به دلیل حفاظت از او در برابر سوء قصد تشکر کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد کنونی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 2024، به اقدام نافرجام برای ترور خود واکنش نشان داد. ترامپ امروز دوشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: من می‌خواهم از همه به دلیل نگرانی و آرزوهای خوب تشکر کنم. روز بسیار جالبی بود. وی در این باره توضیح داد: مهمتر از همه می خواهم از سرویس مخفی آمریکا، کلانتر، ریک بردشا و نیروهای وطن پرست شجاع و فداکار او تشکر کنم. این سیاستمدار آمریکایی اضافه کرد: همچنین از تمام نیروهای مجری قانون به خاطر کار باور نکردنی که امروز در حمایش بین المللی ترامپ در حفظ امنیت من به عنوان پنجمین رئیس جمهور آمریکا و نامزد جمهوری خان در انتخابات ریاست جمهوری آینده قدردانی کنم. ترامپ همچنین افزود: کاری که انجام شد کاملا برجسته بود. من بسیار افتخار میکنم که آمریکایی هستم. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.